روز گذشته 18 تیر ماه، سه روز بعد از نمایش انتخاباتی رژیم، گروه های مختلفی از بازنشستگان مخابرات در شهرهای بیجار، همدان، بندرعباس، شهر کرد، خرم‌آباد، اصفهان، همینطور در تهران و تبریز و ارومیه و رشت و سنندج و بعد هم شماری از کامیونداران در شهرستان رفسنجان برای پیگیری مطالباتشون به خیابون‌ها اومدن. بازنشستگان با سر دادن شعارهای اعتراضی مثل بازنشسته داد بزن، حقتو فریاد بزن و سهامدار عمده حق ما رو خورده، خواستار رسیدگی به مطالباتشون بودن. اجرای کامل آیین‌نامه پرسنلی و استخدامی سال 89، بعد هم پرداخت معوقه 6 ماه دوم همسانسازی سال 99 و پرداخت هزینه های درمانی و بیمه تکمیلی از جمله مطالبات این بازنشستگان بوده. در کنار اونا بازنشستگان شرکت مخابرات در رشت در اعتراض به عملی نشدن قول و قرارهایی که حکومت با اونا گذاشته بود که میخواد مطالباتشون رو بده، خواهان برکناری پاسدار مجید سلطانی، مدیرعامل فاسد شرکت مخابرات کشور بودند. مشکل ما حل میشه. بازنشسته داد بزن، حق تو فریاد بزن. بازنشسته داد بزن، حق تو فریاد بزن. بازنشسته داد بزن، حق تو فریاد بزن. سلامدار قاسم، ننگت باد، ننگت باد. وزیر بی لیاقت، ننگت باد، ننگت باد. وزیر بی لیاقت، ننگت باد، ننگت. دیروز گروهی از کارگران پیمانکاری شبکه آب و فاضلاب در شهرستان رودبار هم 13 روز اعتصابشون رو گذروندن. کارگران پیمانکاری آبفای رودبار از روز یکشنبه 6 تیر ماه جاری به دلیل تعویق در پرداخت 8 ماه حقوق و بعد هم مشکلاتی که با پیمانکارشون داشتن، از انجام فعالیت‌های روزانه خودداری کردند، دست به اعتصاب زدن و بعد هم اعلام کردند که تا دریافت کامل حقوق معوقه شون به این اعتصاب ادامه میدن. تقریبا 60 نفر از این کارگران که به صورت شبانه روزی دارن فعالیت میکنن، از آذر ماه سال گذشته حقوقی دریافت نکردن و شدیداً هم با شرایط سخت معیشتی مواجهند.